اعتراض کنندگان می گویند با آنکه دو سال از وعده حکومت برای تحویل دهی آپارتمان ها به صاحبان آن در شهرک خواجه رواش می گذرد، اما تا کنون این کار انجام نشده است. معترضین که تعدادشان به ده ها تن می رسید، روز پنجشنبه در یک گرد همایی شکایت کردند که با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی کار آپارتمان های این شهرک متوقف شده و هیچ توجهی به مشکل آنان نشده است. عین الدین بیگ و توریالای دو تن از اعتراض کننده ها: شما جمعی از مردم معترضین که امروز اینجا می بینید، اینا آپارتمان دارند اینجا، با مدت 4 سال است که پول اقساط منظم برای دولت تحویل دادن، ولی تا امروز متاسفانه آپارتمان برایشان تحویل داده نشده و کار کاملا متوقف است. فعلا بعد سال پیش خانه توزیع میشه، سایه است که نخ در خانه کرایه زندگی میکرد، پیسه های خود قرض کردن، مردم زمین خود فروخته، بسیار به مشکلات مردم مواجه است. آنان همچنان با پخش اعلامیه از حکومت خواستند تا آپارتمان هایشان را هر چه زودتر به آنان تسلیم داده و کار متوقف شده آپارتمان سازی را دوباره آغاز نماید. این سر و صداها در حال بلند شده که رئیس جمهور افغانستان وظایف 6 مقام وزارت امور شهرسازی را در اوایل ماه گذشته به اتهام فساد اداری به حالت تعلیق درآورد. ریاست جمهوری افغانستان به لوی سارنوالی وظیفه سپرد تا در مورد این افراد تحقیقات همه جانبه را انجام داده و آنان را ممنوع الخروج اعلام نماید. در این حال اعتراض کنندگان در شهرک خواجه رواش می گویند که هیچ دلیل مبنی بر توقف کار و توزیع آپارتمان ها برایشان قابل قبول نیست. از سوی هم نوین احمد، سرپرست پروژه شهرک خواجه رواش، به نمایندگی از وزارت شهرسازی علت تاخیر در کار پروژه یاد شده را تغییر در پروسه اداری می داند. آقای نوین می گوید کار پروژه 95% تکمیل شده و تنها 5% پروسه تسلیم دهی آن به مردم باقی مانده که کار توزیع آپارتمان ها در ماه های بعدی نیز سلسله وار ادامه خواهد یافت.